سلام، با قسمت دوم از مجموعه شاهنامه به نثر در خدمت شما هستیم. ما این مجموعه رو با پادشاهی اشکانی شروع کردیم و تا اونجا پیش رفتیم که ساسان فرار میکنه به هندوستان، ولی دوباره از یکم عقب‌تر براتون بازگو میکنم و نکات رو بیان میکنم. هنگامی که اسکندر زنده بود و به جنگ با دارا پرداخت، پسر دارا که ساسان نام داشت و بسیار خردمند و جنگجو بود، پس از کشته شدن پدر و شکست ایرانیان از آنجا گریخت و در هندوستان درگذشت، اما کودکی خردسال از او بر جای ماند که بزرگ شد و پس از وی نام ساسان پسر بر پسر گذشت و به چهارمین آنها رسید. همه آنها در سختی روزگار می‌گذراندند و چوپان بودند. ساسان چهارم در پی شغلی نزد چوپانان بابک رفت و او را پذیرفتند و پس از مدتی به سرشبانی گوسفندان بابک گماشته شد. تا اینجا داستان داره میگه که ساسان از فرزندان دارا به هندوستان فرار میکنه و بعد از 4 نسل یا 5 نسل اینا دوباره به استخر فارس نزد بابک، که بابک در دوران اردوان ساتراپ ناحیه استخر بوده، برمیگردن و اونجا به عنوان سرشبانی و مسئول گله های بابک میشن و این شغل کمی دون دوران نبوده. اما یک نکته ای که اینجا لازم هست من براتون بگم اینه که این هندوستانی که تو شاهنامه داره میگه آیا همین هندوستان امروزی هستش یا نیستش؟ کلن در مورد جغرافیای شاهنامه باید این نکته تو ذهنتون باشه، یا کلن جغرافیای باستان، هر جغرافیایی که میخونید، چه استرابو، آراتوستن، هرودوت، هر جغرافیایی که دارید میخونید تو ذهنتون باشه که ممکنه با اون جغرافیای امروزی تطبیق پیدا نکنه. در مورد هندوستان ما میتونیم یک گریزی بزنیم به شاهنامه، مقدمه شاهنامه ابومنصوری. توی اون مقدمه شاهنامه ابومنصوری اونجا خود نویسنده میاد میگه که توی کتاب من منظور از مازندران شام هست. یعنی خیلی واضح داره میگه اگر من تو اشعارم دارم میگم مازندران، منظورم شام هست، تو ناحیه سوریه، پس لزوما نباید توی اون کتاب ما مازندران رو با مازندران امروزی تطبیق بدیم. توی فردوسی، توی کتاب شاهنامه فردوسی هم همین هستش. یعنی ما اگر جغرافیایی داریم، اگر جایی میگه بلخ، اگر جایی میگه مازندران، اگر جایی میگه هندوستان، اگر جایی داره میگه توران، اگر جایی داره میگه روم، اینا لزوماً با اون اسمای امروزی و اون محلهای امروزی تطبیق ندارن و باید بیایم بررسی کنیم، اسناد و کنار هم قرار بدیم، ببینیم منظور فردوسی و منظور اون سندی که فردوسی در اختیار داشته کدوم جغرافیا هستش. در مورد شاهنامه ابومنصوری توضیح دادم. یه مورد دیگه که بارها قبلا هم گفتیم سیستان هستش. ما قبلا هم اینو توضیح دادیم ولی دوباره براتون میگم که سیستانی که توی شاهنامه مد نظر هستش ببخشید و سیستانی که دوره باستان هست، یعنی دوره اساطیری ما، دوره پیشدادی و کیانی، با سیستان امروزی متفاوت هست و نباید اینا رو با هم قاطی کرد. سیستان داخل دوره اساطیری ما مربوط میشه به خاندان رستم. خاندان رستم طبق اسنادی که به جا مونده از خطوط میخی که دوره آشوری هستش و دوره هخامنشی، مرتبط میشه با ناحیه‌ای به نام سکستان. یعنی اصل نام سیستان از سکستان گرفته شده که این نام بعداً تبدیل میشه به، حالا توی عربی میاد سیسجان و بعداً تبدیل میشه به سیستان. خاندان رستم و سیستان شاهنامه توی دوران اساطیری مربوط میشه به ناحیه‌ای که میشه امروزه گفت گیلان و اردبیل هستش. بعداً حالا تو دوره‌های اشکانی و ساسانی بخشی از این خاندان سکایی کوچ میکنن، مهاجرت میکنن و میان توی سیستان امروزی مستقر میشن و اسم خودشون رو روی محل و سرزمین جدید میذارن که امروزه هم همون اسمشون مونده و ما اونجا رو به عنوان سیستان میشناسیم. یه مورد دیگه مثلا مهاجرت هایی که مدرن تر هست، خیلی جدید تره. مثلا بعد از حمله اعراب یه گروه از اهالی ساری که زرتشتی بودن، حالا طبق اون داستان هایی که باقی مونده، به هندوستان میرن و توی اونجا مستقر میشن، توی هندوستان امروزی، و اونجا یه شهری رو بنا میکنن که اسمش رو دوباره میذارن ساری، اما یک پسوند نو هم میذارن، نو ساری، یعنی ساری جدید. این مورد توی اروپایی ها میبینیم، اروپایی هایی که از شهر یورک انگلیس پا میشن میرن آمریکا و شهر نیویورک، یعنی یورک جدید رو بنا میکنن. برای همین ما باید توی بحث تاریخ حتما روی این موضوع تسلط داشته باشیم که مهاجرت ها از کدوم ناحیه به کدوم ناحیه رفته و اسم چجوری منتقل شده، یعنی
بلخ قدیمی کجا بوده، سمرقند اولیه کجا بوده، سیستان اولیه کجا بوده. این مورد در مورد هندوستان هم صدق میکنه. در اون اسنادی که هستش ما میدونیم که مثلا به گزارش یاقوت هموی هندوستان رو میاد میگه دو سه محل هست که هندوستان هستن، یکشون هم هندوستان امروزیه تو اون دوره خودش داره بیان میکنه، و یک مورد دیگر رو میاد میگه که هندوستان منظورش استان خوزستان هست، و همونطور که الان شما تو تصویر میبینید چهار محل هستش که با پسوند هند هستش، یعنی هندیجان، اندیکا، اندیمش و چمه هندی. محلی که یاقوت هموی داره میاد میگه میگه همین هندیجان امروزی رو میاد میگه و میگه به نام هندوستان اونجا رو میشناختن. توی دوره‌ای که ما داریم شاهنامه رو الان بررسی میکنیم، یعنی همین ساسان، هندوستانی که ساسان فرار میکنه به اونجا هندوستانی هستش که به نام هندیجان میشناسیم، یعنی به نواحی خوزستان فرار میکنه، و ما میدونیم که اونجا خاندانهای پارسی حتی تو دوران سلوکی و اسکندر هم حاکم بودن و استقلال خودشون رو حفظ میکنن با نام فرطرکه، و به اونا پناه میبره، اونجا چند نسل میگذرن، دوباره از اونجا به استخر میان و اونجا حکومتشون رو سعی میکنن تشکیل بدن. پس در مورد جغرافی باستان حتما دقت داشته باشید که اون نواحی که تو شاهنامه اومده لزوماً با اون چیزایی که تو ذهنتونه تفاوت داره، یعنی خاندان رستم اصلا ربطی به زابل و کابل توی افغانستان امروزی ندارن، جای دیگه بودن و همونها هستن که کوچ میکنن. یعنی ما نمیخوایم اساطیر رو از اهالی سیستان بگیریم، ما همچین قصدی نداریم، اهالی سیستان متعلق هست رستم بهشون، اما باید بدونن که خاستگاهشون برخلاف اون چیزی که غربی ها میگن از صحرای روسیه و استپای روسیه نیستش، بلکه از نواحی گیلان و اردبیل اومدن و در اونجا ساکن شدن. داستان ادامه پیدا میکنه و یک شب بابک خواب عجیب میبینه و تعبیرش رو از بزرگان میپرسه و اونها بهش پادشاهی نوعی رو مژده میدن و میگن که گیتی در اختیار اون پادشاهی نو قرار میگیره. از اونجا که بابک ساسان رو تو خواب دیده بوده میفهمه که اون شخص که قرار این اتفاق براش بیفته ساسانه، برای همین دخترش رو به ازدواج اون در میاره و حاصل این ازدواج یک فرزندی میشه به نام اردشیر. این اردشیر کم کم بزرگ میشه و هنرهای مختلفی رو یاد میگیره و به اردوان حاکم اشکانی خبر میرسه که یه همچین شخصی هستش. حاکم اردوان تو این دوره حاکم ری هست و این نکته مهمیه که کجا داره حکومت میکنه. اردوان با عجله نامه‌ای برای بابک نوشت و گفت اردشیر را نزد من بفرست تا کنار پسرانم هر آنچه شایسته است یاد بگیرد و پهلوانی سربلند از او بسازم. بابک با اینکه ناراحت بود اردشیر را نزد اردوان فرستاد تا همه آیین و رسوم را فرا بگیرد. اردوان نیز اردشیر را بسیار گرامی داشت و با او مهربانی نمود و وی را لحظه‌ای از خود جدا نمی‌کرد و آموزش‌های زیادی به او می‌داد. یک روز در شکارگاه اردوان و سپاهیان پراکنده گشته بودند که ناگهان گورخری به میان سپاه حمله کرد و سر و صدایی بلند شد که اسب‌ها از آنجا گریختند. اردشیر که چنین دید تیری در کمان راند و آن گورخر را کشت. وقتی اردوان رسید از کشته شدن گورخر پرسید و اردشیر آن را کار خود دانست. ناگاه یکی از پسران اردوان کشته شدن گورخر را کار خیش دانست و اردشیر که چنین شنید برآشفت و او را دروغگو خواند. اردوان از سخن اردشیر ناراحت شد و فریادی بر او زد و او را از خود راند. پس از آن اردشیر را به آخور اسب‌ها فرستاد و این گونه او را مورد اذیت قرار داد. اردشیر نیز نامه‌ای برای بابک نوشت و او را از ماجرا باخبر کرد. بابک هم برای دلداری او گنج و دیناری فرستاد تا از این طریق او را آرام کند. اینجا داره داستان میگه که اردشیر به دربار اردوان میره، خیلی بهش لطف میشه، مورد مهربانی قرار میگیره، ولی سر حادثه‌ای که کشته شدن همون گورخر هستش یک دلخوری پیش میاد و اردوان برای اینکه اونو تنبیه کنه به سمت نگهداری اسب‌ها میفرسته و اونو توی استبل اسب‌ها مسئول میکنه. اینجا اردشیر ناراحت میشه، ماجرا برای بابک توضیح میده، بابک هم یه مقدار براش گنج و دینار میفرسته تا کمی آرومش کنه. این دوره یه مدتی میگذره. مدت این گونه گذشت و برده زیبا و گرامی به نام گلنار که در کاخ اردوان بود از دور اردشیر را دید و دلباخته او شد.
سپس شبی به جایگاه اردشیر آمد و چون همدیگر را یافتند بسیار شیفته گشتند. اردشیر به دیدار گلنار شاد بود تا خبر درگذشت بابک رسید. اردوان برای دستیابی به سرزمین پارس پسر بزرگ خود را با سپاهی به آنجا فرستاد تا حکومت پارس را به دست بگیرد. داستان میگه که اردشیر توی اونجا با یک خانومی به نام گلنار آشنا میشه و اینا تقریبا با هم پیوند زناشویی برقرار میکنن. ولی یه مدت بعد از این خبر مرگ بابک به اونها میرسه و تقریبا اردشیر پشوانه‌ای که داشته توی حکومت رو اینجا دست میده. خودش هم که دیگه جایگاه بالایی نداشته و تک و تنها میشه. اردوان که از مرگ بابک ناراحت بوده تصمیم میگیره یک ساتراپ جدیدی برای استخر فارس تعیین کنه و برای اونجا پسرش رو در نظر میگیره و پسرش رو میفرسته تا اونجا حکومت پارس رو به دست بگیره. اردشیر با شنیدن این خبر بسیار اندوهگین شد و قصد رفتن به پارس و در دست گرفتن حکومت بابک را کرد. این چنین گلنار نیز با او همراه شد و آن دو با اسب‌های سپید و سیاه از آنجا گریختند. وقتی اردوان از این موضوع آگاه شد با سپاهی دنبال آنها رفت ولی نتوانست آنها را پیدا کند. پس اردوان نامه‌ای برای پسرش در پارس نوشت و او را از آمدن اردشیر باخبر کرد و دستور داد وی را بیابند. از سوی دیگر اردشیر به دریا رسیده بود و برای عبور از آن یزدان را به یاد آورد. سپس دریانورد را از کار گذشتهش آگاه ساخت و او فهمید که اردشیر از نژاد بزرگان است و فر و شکوه پادشاهی دارد. بنابراین وی را کمک کرد. وقتی مردم از کار اردشیر آگاه شدند، گرد او جمع شدند و گروهی از مردان شمشیرزن و دانا به یاری وی شتافتند و او را شایسته پادشاهی دانستند. اردشیر که یاری آنان را دید، کینخواهیش بیشتر شد و با راهنمایی یکی از موبدان خواستار به دست آوردن پارس و برانداختن حکومت اردوان در ری گشت. نکته‌ای که اینجا داره باید بدونیم که بعد از اینکه بابک میمیره و اردشیر احساس تنهایی میکنه، تصمیم میگیره یه حکومت رو اونجا به دست بگیره و شورش کنه علیه اردوان. خبر این شورش به نواحی همون استخر میرسه و مردم هم تمایل دارن که حکومت به یک نژاد پارسی برسه تا اینکه در دست پارتیا باشه، برای همین کمکش میکنن. نکته جالب ترش اینجاست که فردوسی میاد خیلی زیرکانه میاد میگه که یک موبد زرتشتی از اونجایی که با زرتشتی‌ها تصمیم داشتن که خودشون حاکم بشن، یک موبد زرتشتی میاد به اردشیر مشورت میده و میگه که تو بیا شهریاری رو در دست بگیر و یک حکومت جدید ایجاد کن تا بر مبنای تقریبا دین حکومت تشکیل بدیم. اردشیر که یاری آنها را دید، کینخواهیش بیشتر شد و تصمیم گرفت که حکومت اردوان را در ری براندازی کند. هنگامی که بهمن پسر اردوان از تصمیم اردشیر آگاه شد، بیدرنگ سپاهی آماده کرد و به راه افتاد. شاه جهرم که تباک نام داشت و مردی عدالت‌خواه و درستکار بود و به زند و اوستا قسم خورد که نیت جز خوبی و راستی ندارد، به اردشیر پیوست و تصمیم گرفت که به اون کمک کند. سپاهی را برای یاری نزد اردشیر فرستاد. اردشیر نیز سخنان تباک را پذیرفت و با یکدیگر به مقابله با سپاه بهمن پسر اردوان راه افتادند. اینجا داره میگه که یکی از اهالی جهرم هم به نام تباک به اردشیر میپیونده و در مقابل بهمن هستش. بهمن اینجا پسر اردوان هستش که فرستاده بود سمت پارس حاکم میشه. بهمن هم برای مقابله با اونها راه میفته. وقتی جنگ شروع شد، سپاهیان اردشیر و تباک لشکر بهمن را شکست دادند و بهمن با تنی زخمی از آنجا فرار کرد و بدین ترتیب شهر استخر میفته به دست اردشیر بابکان. وقتی اردوان از شکست فرزندش باخبر شد و پارس را در دست اردشیر دید، سپاه گرد آورد و روان شد. از آن سو اردشیر نیز با سپاهیان سوی او حرکت کرد و این چنین در راه به هم رسیدند. دو لشکر با هم درگیر شدند و آن جنگ 40 روز ادامه یافت. سرانجام سپاهیان به سطوح آمدند و بسیاری کشته شدند و کار بر لشکر اردوان سخت شد. بنابراین از جنگ باز ماندند و از جانشان امان خواستند. اردوان نیز توسط مردی به نام خراد اسیر گشت و او را نزد اردشیر بردند. پس اردشیر دستور داد اردوان را با دشنه دونیم کنند و دو فرزند او را نیز اسیر کردند و دو پسر دیگرش
به سمت هندوستان فرار کردند. این گونه اردشیر بر اردوان پیروز شد و سپاهیان را گنج بیشمار داد. تو این بخش تقریبا حکومت اردوان نابود میشه و حکومت دست اردشیر میفته، اما این حکومت سراسر ایران رو شامل نمیشده، یعنی تا اینجا ناحیه پارس و ناحیه ری رو تقریبا داره. نکته ای که اینجا باید اضافه کنیم اینه که سپاهی که اردوان با خودش برای حمله به اردشیر میاره از ناحیه گیلان و دیلم هست و این نشون دهنده اینه که پارت ها تو کدوم نواحی حضور داشتن، یعنی نواحی گیلان و دیلم همون نواحی پارت نشین هستش. ببخشید. اینطوری تقریبا حکومت نواحی مرکزی و جنوبی میفته دست خاندان اردشیر. از اونجایی که زمان ما تموم شد ادامه مطلب رو مجبوریم بذاریم برای قسمت بعدی، اما یک بخشی رو براتون میگم و بعدش تموم میکنیم. در اینجا نکته ای که داره اینه که توی ری میاد و از ری به پارس میاد و یک شهر رو میسازه و اونجا جشن سده و مهرگان رو زنده میکنه، یعنی توی دوره اردوان این جشن های باستانی سده و مهرگان فراموش شده و اردشی تقریبا مشخصه که داره یه دین زرتشتی رو گسترش میده. بقیه داستان به اونه برای قسمت بعدی و ممنون که تا اینجا ما همراه بود.